سلام خدمت شما عزیزان ممکن این سوال برای شما هم پیش اومده باشه که چرا شاب ها در محیط های صحرایی و بیابانی نسبت به محیط های تپه جنگلی و کوهستانی بیشتر دیده میشن و قابل اکتشاف هستند اولین دلیلش اینه که وقتی شهابسنگ به یک محیط بیابانی برخورد میکنه چون که خاک نرمتره حال یا شنوماسه یا خاک نرمتره کمتر آسیب میبینه کمتر تکه تکه میشه و قطعات بزرگتری ازش میمونه که بعدا بتونید اکتشافش کنید اما وقتی یک سنگ به به محیط های کوهستانی و صخره‌ای برخورد میکنه بیشتر تکه تکه میشه و قطعات ریزتری به وجود میاد که سختتر قابل اکتشاف هست این شد دلیل اول دلیل دوم اینه که وقتی شابسنگ به بیابان ها و کفه ها برخورد میکنه جاهای مانند بیابان چون که اون نقاط مخصوصا نقاط خشکش رطوبت و بارش باران درش کمتره شابسنگ ها دیرتر زنگ میزنند و از بین میرن و مدت بیشتری میمونن و تعداد بیشتری ازشون میمونه که بتونید اکتشاف کنید اما وقتی یک شابسنگ به یک محیط کوهستانی و جنگلی برخورد میکنه یا تپه ماوری چون که اون محیط ها خاک تر، هوای تر و بارش بارانش هم بیشتره شابزنگ ها زودتر زنگ میزنن و از بین میرن البته یک دلیل دیگه هم هست دوستان کلا خاک نواهی جنگلی نسبت به نواحی بیابانی فعالیت های میکرو میکروبی و ارگانیک بیشتری داره و حتی در خاک های جنگلی نوعی اسید به اسم اسید نیتریک وجود داره که به مرور شابزنگ میخوره از بین میبره البته در خاک بیابان ها فعالیت های میکروبی و اسید نیتریک وجود داره ها ولی خاک نواحی جنگلی چون که رطوبتش بیشتر این و فعال انفعالات بیشتر درش اتفاق میفته و دلیل بعدی امینه که دوستان وقتی که شاب سنگ ها به یک محیط بیابانی و کویری برخورد میکنن یک محیط صافه و خاک و رسوب رو روشو رو نمیپوشونه اما وقتی به یک محیط پستی بلندی مثل کوه ها جنگل های دارای پستی بلندی یا تپه مورا برخورد میکنن به مرور به سمت های کم ارتفاع پایین دره ها و دشت های پایین و ارتفاعات به وسیله نیروی جاذبه کشیده میشن و خاک و رسوبات رو روشو رو میپوشونه که از دید ما پنهانش میکنه دلیل جلوتر هم اینه که دوستان وقتی شاب سنگ به یک بیابان یا صحرا برخورد میکنه چون که بعضی از بیابان ها و صحراها رنگ خاکشون روشنه و ریگ و خورد سنگ کمتر دارن یک شابسنگ تیره در میان این بیابان راحتتر قابل دیدن هست از راه دور مثل جوهای مرد شابسنگ ایران دیدید که با ماشین میره ریگ جن جاهای صافش که خورده سنگای کوچیکی داره و صاف و کفه هم هست یه دونه شابسنگ تیره از دور راحت قابل تشکیزه اما محیط های جنگلی سایه روشن زیاد داره پوشش گیاهی زیاده پستی بلندی رنگ های متنوعی هم داره و اکتشاف ها اکتشاف شابسنگا در چنین محیط سختره و راحت از راه دور دیده نمیشه دوستان یک منطقه هست بهترین منطقه برای اکتشاف شابسنگ ها در کل کره زمین یه جورای بهشت جستجوگران شابسنگه کلاهک یخی قطب جنوب که در این کلاهک یخی چون که تماما یخ صافه و سفیده هر سنگی باشه به احتمال زیاد شابسنگه آیا ممکنه که منطقه‌ای در زمین وجود داشته باشه که شهاب های بیشتری به اون منطقه برخورد کنه و حتی موقع عبور از جو سالمتر به سطح زمین اون منطقه برسه آیا چنین جایی وجود داره؟ دوستان متاسفانه جواب این سوال رو نمیدونم و بابت این کم اطلاعی از می میکنم اما اگر شما عزیزان درباره این موضوع اطلاعی دارید خوشحال میشم که اگر دوست داشتید در بخش کامنت های همون بخش نظرات ما رو هم راهنمایی کنید با تشکر منظور من از محیط های بیابانی در این ویدئو همان محیط های صحرایی، دشتی، ریگزار، کفه‌ای، بستر خوش شده دریاچه ها و محیط مانند بیابان ها هست.